با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمانده رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. در برنامه سازمانده امشب صحبتی داریم در مورد دوستانی که میخوان جدید عضو این حزب بشن یا جدیدن عضو این حزب شدن. یه مقدار توضیح میدم که چه باید کرد و بعد هم اطلاعات و آشنایی بیشتر با این حزب. قبلا در برنامه در مورد ساختارهای این حزب و اصول سازمانی این حزب صحبت کردم. تو این برنامه از جنبه های دیگه ای سعی میکنم این حزب رو معرفی کنم به شما عزیزان. خب این حزب شماست، بسیار مهمه که بتونید این حزب ساختارش چیه، فعالیت هاش چیه، نشریات و نوشته هاش چیه، بیشتر و بیشتر با این حزب آشنا بشید. روشنه که دوستانی که میخوان با این حزب فعالیت کنن، اولین مسئله روشن بودن کانال ارتباطی این دوستان با حزب هستش. داشتن ارتباط مستمر با حزب، یه رابطه دو طرفه که هم برای ما قابل دسترسی باشن عزیزان و هم این دوستان هر وقت بخوان با ما در تماس باشن، یک شرط مهم عضویت هست و به این یعنی در واقع متحقق میشه عضویت. بدون ارتباط خب رابطه با وجود نمیاد و سازمانی پیدا نمیکنه عضوی تو این حزب. خب طبعا هر جایی که شما هستید خودتون همراه این حزب میدونید عضو این حزب هست به معنای سیاسی کلمه، ولی به معنای واقعی سازمان یابیش این یه شرط مهم است. نکته دیگه، دسترسی شما به فیسبوک، مدیای اجتماعی، وایبر و یا واتساپ، خطوط مختلف تماس ها و گروه هایی که رو مدیای اجتماعی شکل میگیره. مهمه که ما بدونیم که شما آیا رو این گروه ها هستید، آیا مجهز به این امکانات ارتباطی هستید. این هم از نظر فعالیت شما و شبکه های مبارزاتی که میتونید سازمان بدید مهمه، هم از نظر رابطتون با ما مهم هستش. و توصیه ما اینه که سعی کنید مجهز بشه تو دنیای امروز. و این مبارزه معلمان رو دیدید که وایبر چه نقشی داشت برای اطلاع رسانی و برای سازمان دادن پایه های این کانون تو شهرهای مختلف و برای گسترش فراخوان‌هاشون و اعتراضاتشون. بنابراین این هم بخش دیگه از مسئله است. خب مهمه همونطور گفتم این حزب رو بشناسید و مبانی فکری این حزب رو بدونید، با مارکسیسم آشنا بشید، با کمونیسم آشنا بشید، تا بتونید مبلغ این ایده ها، این گفتمان ها توی جامعه باشید و حزب رو هرچه اجتماعی تر توده‌ای تر به درون جامعه ببرید. بنابراین اینم بخشیه که باز تو ادامه برنامه صحبت میکنم. و بنابراین مهمه که ما بدونیم تا چه حد این حزب رو میشناسید. آیا برنامه دنیای بهتر خوندید؟ آیا مباحث این حزب رو خوندید؟ تا چه حد به سایت های این حزب دسترسی دارید؟ اینا باز جنبه های دیگه از مسئله است که باز باید برامون روشن باشه. نکته دیگه این که چقدر روابط اجتماعی دارید؟ چقدر تو محیط اجتماعی خودتون به شما اتکا میکنن؟ یا تو محیط زندگیتون یا محیط کارتون و چند نفر دور بر خودتون میشناسید که معترضن مثل شما؟ رابطتون با اونا چطور هستش؟ چقدر با هم تبادل نظر میکنید؟ اینها هم باز جنبه های مهمیه که با شناخت بیشتر ما از شما اون وقت میتونیم بگیم که چگونه میتونید تو چه ظرفیت و تو چه توان و تو چه موقعیت میتونید با این حزب فعالیت کنید. بر اساس اینهاست که اون وقت هر عضوی یه وظیفه بر عهده میگیره، یه کاری بر عهده میگیره. اشاره کردم به نشریات حزب. ببینید نشریات این حزب الان تو صفحه تلویزیون معرفی اون رو میبینید. انترناسیونال نشریه هفتگی این حزب است. بهروز مهرآبادی سردبیر این نشریه است. نازیلا صادقی مسئول فنی این نشریه است. و تو این نشریه خب بر سر مسائل مهم سیاسی روز و در این حال مسائل مواضع سیاسی این حزب، مباحث مختلف شناسایی این حزب، جنبه های مختلفی روش مطلب نوشته میشه. و یکی از موضوعات جدیدی که اتفاقا تو انترنسیونال الان باز شده از ما میپرسند هست که هر دفعه یکی از کادرها، یکی از رهبری حزب، یکی از اعضای دستاندرکار این حزب به این سوال پاسخ میده.
جدا از نشریه انترناسیونال، نشریه کارگر کمونیست هستش. نشریه کارگر کمونیست اختصاص داره به مسائل اخص جنبش اعتراضی کارگری. تصویری از این نشریه رو من سعی کردم که اینجا رو صفحه داشته باشیم، ببینید چه شکلی از چه فرمتی هست. اینو سایت های خودش داره، شما میتونید بیدید رو سایت، از روی کافیه که سرچ کنید رو گوگل بنویسید کارگر کمونیست میتونید پیدا کنید الان که راحت شده. خب سردبیر این نشریه الان بهمن ذاکر نژاد هست، ولی خب هر دوره دوستان مختلف از کادرهای سردبیری این نشریه داشتن. یه هیئت تحریریه داره و باز رو مسائل مهم و به خصوص کارزارهای مختلف کارگری، اعتراضات مهم کارگری، راهکارهای حزب، فکوسهای معینی حزب جنبش کارگری، این نشریه در موردش صحبت میکنه. نشریه دیگه نشریه ایسکراست. نشریه ایسکرا نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگر ایران. این نشریه سردبیرش عبدالگلپریان هستش و باز این نشریه اختصاص داره تو همون چارچوب سیاست‌های سراسری در رابطه با مسائلی که تو کردستان هست پاسخ بده و به ویژه در نقد گرایشات ناسیونالیست و مسائلی که از این قبیل هست این نشریه به صورت فوکوس‌دار در مورد صحبت میکنه. همینطور روی جنبه های از فعالیت های مبارزاتی، کارزار های مبارزاتی که با توجه به توازن قوایی که تو این منطقه است، با توجه به تحزب یافتگی بیشتری که تو این منطقه است، روی مسائل صحبت میشه. و همینطور نشریه جوانان کمونیست است. نشریه جوانان کمونیست که از سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری هست که شما تصویری از این نشریه رو یکی از شماره هاش می‌بینید. بسیار نشریه جذابی هست با تصاویر خوب. جوانان عزیز این نشریه رو به بهترین شکلی ارائه میدن سر مسائل مختلف و مشغله های مهم جوانان در ایران. و جدا از مسئله نشریات، ما عرصه های فعالیت های اجتماعی هست که کادرهای این حزب و اعضای اون حزب درش فعال هستن. همونطور که شما تو ایران تو جنبش کارگری فعالی، توی جنبش مثلا فرض کنید در دفاع از کودک، دفاع از حقوق زن، تو عرصه های مختلف، خب تو خارج کشور اینا به صورت نهادهای شکل گرفتن، نهادهای معتبر که چهره های بزن شناخته شده جهانی داره و کادرها و اعضای حزب تو رأس این فعالیت ها هستن. برای نمونه ما کمیته بین‌المللی علیه اعدام رو داریم که مینا عهدی رهبر شناخته شده اون هستن، معرف حضور شما هستن، فعالیت های درخشانشون رو دیدید، بارها پای صحبتشون نشستیم و پیشروی بسیار مهمی داشتن توی جا انداختن جنبش علیه اعدام تو خود ایران و حتی تو سطح جهانی. و همینجور مسئله کمیته بین‌المللی علیه سنگسار هست که باز هم مینا عهدی در رأس اون هستن. یکی دیگه از نهادهایی که باز هست، یک قانون برای همه هست که مریم نمازی رهبری اون رو دارن، چهره شناخته شده جهانی هستن، اساسا در رأس جنبشی از علیه اسلام سیاسی، پیشروی های بسیار مهمی داشته، گفتمان های بسیار مهمی رو تو سطح جهانی به پیش برده و باز شما در جریان فعالیت های مریم نمازی از طریق کانال جدید هستید و آشنا هستید. و فعالیت دیگه فدراسیون سراسری پناهندگی هستش که فدراسیون سراسری پناهندگی که به مسائل عبدالله اسدی در رأس این فعالیت هستند و مسئله پناهندگی و چالش هایی که تو این زمینه هست و جنبه های سیاسی این مسئله، اینا جنبه های مختلفی که باز این نهاد به اون میپردازه. همینجور کودکان مقدمند هست که افسانه وحدت، کریم شاه محمدی، سیامک بهاری از کادرهای برجسته ای هستن که تو رأس این فعالیت کار میکنن
برنامه تلویزیونی دارن، نشریه دارن، کاراشو بدیدید، معرف حضورتون هست، اون همه برنامه مستقیم تلویزیون برنامه داشتن و برای شما آشنا هستن. دیگه نهاد دیگه کمپین برای آزادی کارگران زندانی هست که این کمپین رو خود من فعالیت میکنم، برای شهرمان کننده شستم. جدا از اون فعالیت های درخشان بهرام سروش تو این کمپین داشتن، سیاوش آزادی تو این کمپین کار کردن، مهران محبوبی تو این کمپین کار کردن، مسعود ارجنگ در کانادا، ارسلان نازلی در استرالیا و هوشیار سروش در سوئد، یوران گستافسون در سوئد و دوستان بسیار مختلف از کشورهای مختلف، پاسکال دکم در فرانسه، اینا با این کارزار کار کردن و فعالیت کردن و با این کارزار ما هر سال تو اجلاس های آیل سازمان جهانی کار شرکت کردیم در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی اونجا و همواره صدای اعتراض کارگران زندانی در سطح جهانی بوده. و همینطور شبکه همبستگی بین المللی کارگری هست که باز کاری از طرف کمیته همبستگی بین المللی کارگری ایران که در رأس اون باز خود من کار میکنم و همینجور باز دوستان مختلف، بهرام سروش، کاظم نیکخواه و همینطور سیاوش آذری، مهران محبوبی و دوستانی که با کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم کار میکردن. و علاوه ما همکارانی داریم از کشور تونس، مصر و مراکش، افغانستان، عراق که با این به طور مثال حاتم لاوینی، خدا کامل، اکرم ندیر، اینا که همکاران نزدیک و اعضای این شبکه هستن. زن آزاد هست، نهادی در عرصه مبارزه علیه تبعیض علیه زن که لیلا یوسفی از چهرهای شناخته شدونه، کیوان جاوید که سردبیر نشریه زن آزاد برای مدت طولانی بودن، سیامک امجدی برای دوره طولانی تو این زمینه فعالیت کردن و همونطور گفتم اینا عرصه هایی هستن که اجتماعی که حس تو این زمینه ها فعالیت میکنه، فعالیتی همه جانبه به خاطر که ما کمونیستا نسبت به همه مسائل و مصائب جامعه سرمایه‌داری کار داریم، برای اون سازمان ایجاد میکنیم، اعتراض شکل میدیم، مبارزه ببینیم، کارزار را میندازیم و مبارزه رو به جلو میبریم. اما اجازه بدید از جزوات این حزب بگم. اولین مسئله یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگر ایران و تقاضا دارم شما عزیزانی که اعضای این حزب هستید، شما که میخواید با این حزب فعالیت کنید، شما که علاقمند هستید به برنامه کانال جدید، یک دنیای بهتر رو بخونید که مبنا و پایه‌ای هست برای مباحثی که ما تو این برنامه ها مرتبا ارائه میدیم و شما علاقمندان کانال جدید هستید و خوشبختانه این صدا تو بسیاری از خونه هاست. بنابراین این یکی از نوشته های بسیار مهم منصور حکمت هست، از بنیانگذار حزب کمونیست کارگر ایران، و توصیه میکنم که حتما اون رو بخونید. سلسله برنامه های اسخر کریمی در معرفی یک دنیای بهتر داشتن در همین کانال جدید که به تناوب تو برنامه مختلف پخش میشه و از شما دعوت میکنم پایین برنامه بشینید. نوشته هایی که الان رو صفحه میبینید این حزب شماست که خیلی پایه‌ای توضیح میده که چرا این حزب شماست و داره به چی جواب میده. و همینطور حکومت مذهبی نمیخوایم، سه نوشته از حمید دعوایی و اصغر کریمی و منصور حکمت که داره صحبت میکنه از صنعت مذهب و نقش صنعت مذهب در جوامع طبقاتی و کار کرده که امروز تو جمهوری اسلامی همه به تجربه اون رو دیدیم. منصور حکمت منتخبی از آثار داره، جلد 6، جلد 7، جلد 8، جلد 4 که همه اینها در سایت منصور حکمت قابل دسترسی هست، تو سایت حزب کمونیست کارگر ایران در دسترس هست و همینطور در سایت سازمانده در دسترس هست. شما میتونید به اونا مراجعه کنید و اینها رو مطالعه کنید. در این حال آدرس معتبری برای ما بفرستید یا آدرس جیمیل که به عنوان اولین شرط عضویت رابطه مستمر تعریف کردم شما بفرستید. اگه مشکل دانلود کردن این نوشته ها رو دارید، اگه سنگین هست براتون، به هر شکلی مشکلات هست،
خبر بدید که اینا رو برای شما بفرستیم. همین الان یه لیست وسیعی داریم که هزاران آدرس هست که مرتبا اینا ارسال میشه، ما آدرس شما رو در میون اون آدرس ها میذاریم. اینا وسیع تو سطوح مختلف جاهای مختلف منتشر میشه، بنابراین شما که این نشریه رو دستتون میرسه مشکلی براتون پیش نمیاد، برای اینکه تو یک مجموعه آدرس هزاران نفره آدرس شما گنجونده میشه. دوستان اعضا خب آدرس ویژه دارن، آدرس غیر علنی که ما بهشون آدرس غیر علنی بهشون میدیم که مدار امتر رابطه برقرار بشه، که تو همین آدرس های غیر علنی برای سرعت عمل سعی میکنیم نشریات رو هم بفرستیم، نوشته ها رو بفرستیم، به مناسبت های مختلف بحث های مختلف رو طرح بکنیم، تبادل نظر بکنیم و به این شکل وقت بتونیم یه ارتباط پرباری رو داشته باشیم. سایت های حزب هستش. سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران هست که شما میتونید به این سایت سر بزنید. اونجا همه این نهادهای مختلفی که کادرها و اعضای حزب توجه کنید، اینا نهادهایی هستن که توش از هر کسی که دوست داره علیه اعدام باشه فعالیت میکنه، هر کسی که دوست داره علیه سنگسار باشه درش فعالیت میکنه، هر کسی که دوست داره مبارزه کنه علیه برای آزادی زندان سیاسی توش فعالیت میکنه، گسترده است. همه اینا رو شما اونجا میبینید، نوشته ها و نشریات حزب رو میبینید اونجا. تو این صفحه شما با سایت های مختلف دیگه، با سایت منصور اکمه، سایت همه تبایی، نوشته هایی که اونجا هست، مقالاتی که تو نشریات هست، نشریات حزب، همه اینا رو اونجا شما به عنوان یه سایتی که مجموع اینا درش ارائه میشه شما میبینید. همچنان سایت سازمانده هست که باز در این سایت مجموع برنامه های سازمانده، همین برنامه که الان در خدمتون هستم، اینا اونجا لینکش گذاشته میشه. به علاوه در مورد عرصه‌های مختلف مبارزه، راهکارهای سازمانیابی، اونجا نقطه نظراتمون رو ما می‌ذاریم. در این حال جایی هست که شما هم اگه تجربه‌ای دارید، پیشنهادی دارید، میتونید برای ما بفرستید که ما اونا رو اون وقت جمع‌بندی شدهش رو روی این سایت بذاریم و بشه یه محلی برای گفتمان‌های ما با هم دیگه و تو امر سازمانیابی و تشکل. شما نگاه کنید تراکتای رو اونجا می‌ذاریم، برای پخش میتونید استفاده کنید، نحوه تماس با حزب اونجا داریم، توضیح میدیم تو اون سایت و بخشی داریم به اسم نوشته ها که بعضی مطالب و نوشته هایی که جنبه های ایده های سازمان یابی توش هست رو اونجا گذاشتیم و همینجور برنامه حزب و برنامه های اصغر کرمی در باز کردن برنامه هست، اینا لینک هاش اونجا هست، میتونید بهشون به این سایت از این سایت دسترسی پیدا کنید. سایت ایسکرا هست، سایت کمیته کردستان که شما اونجا میتونید با اعضای کمیته کردستان در تماس قرار بگیرید، با این کمیته در تماس قرار بگیرید، نشریه این حزب رو از اونجا بردارید و آدرس های تماس رو پیدا بکنید که الان تصویر اون و آدرس اون رو روی این صفحه میبینید. ما سعی میکنیم این رو باز به کرار تو برنامه مختلف نشون بدیم که شما بتونید به راحتی دسترسی پیدا کنید. سایت دیگه سایت سازمان جوانان حزب کمونیست کارگر ایران هست که باز اونجا نشریه جوانان کمونیست رو میبینید، به علاوه نوشته و مقالات این سازمان، به علاوه کارزارهای این سازمان، فعالیت‌هاش. سایت بسیار جذابی هست، با مسائل مختلف رو اونجا شما میبینید. نحوه تماسشون از طریق وایبر، واتساپ و شکل‌های مختلف تماس و راه‌های استفاده امن از اینترنت و همه اینا رو تو اون سایت میتونید رهنمود بگیرید و استفاده کنید. فقط مال جوانان نیست، شما هم که جوان نیستید میتونید به اون سایت سر بزنید، مطالب یاد گرفتنی یا آموزنده بسیار هستش در سایت سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری. نهادهایی که گفتم خدمتتون، این نهادها هم باز برای خودشون سایتایی داره. مثلا فرض کنید یه سایت دیگه که خوبه بهتون معرفی کنم، روزنه هستش. روزنه یک سایت سیاسی خبری هستش که امیر توکلی مسئول این سایت هستن، محمد شکویی باش فعالیت میکنن و سایت بسیار جالبی هست، از مطالب علمی گرفته، سیاسی گرفته، روز گرفته، مقالات گرفته، از جورنال روز که شما
نشریه جورنال رو میدیدید که مرتبا بیرون داده میشد، کیوان جوید مدت طولانی این نشریه رو انتشار میداد، سیامک بهاری هم تو بهرام سوری، دوستان مختلف. به هر حال مطالب کوتاه جذاب رو این است. صفحه حزب رو داریم در فیسبوک که باز جایی هست که هر روز و هر لحظه رو مسائل سیاسی روز روش بحث هست و صحبت هست و نکات مختلف رو میتونید از طریق، فقط کافیه رو فیسبوک بنویسید حزب کمونیست کارگر ایران، اونجا اون صفحه رو پیدا میکنید. و همینجور فدراسیون پناهندگی سایت خودشو داره، صفحه برنامه تلویزیونی خودشو داره، یک قانون برای همه مریم نمازی یک سایت بسیار جذابی داره، شما میتونید بنویسید رو صفحه روی سایت ها سرچ کنید، بنویسید رو گوگل مریم، سایت مریم نمازی میتونید پیدا کنید و هم تو صفحه شو میتونید پیدا کنید. سایت صفحه فیسبوکی کمیته بین المللی، کمیته همبستگی بین المللی کارگری ایران هست که مطالب مربوط به شبکه همبستگی بین المللی کارگری و کمپین کارگران زندانی هم رو اون هست و خلاصه میبینید گسترده است و من سعی کردم، امیدوارم چیزی جا نیفتاده باشه و سعی کردم اینها رو به شما عزیزان معرفی کنم. از طریق همه اینها میتونید تجربیات بسیار خوبی هست برای آموختن، برای شناخت بیشتر حزب، برای شناخت اعضای کادرای این حزب، برای شناختن مبانی پایه و فکری این حزب، از هر چیزی که شما بخواید اطلاعات داشته باشید از طرقی که خدمتتون عرض کردم میتونید با این حزب بیشتر آشنا بشید. به هر حال مهم دوستان، به شما که تماس میگیرید و خواهان عضویت هستید اولا تشکر میکنم و بعد هم تبریک میکنم بهتون، دستتون رو به گرمی میفشارم. خب یه سری فعالیت ها از روتین هست که از جمله معرفی کانال جدید هست که خودتون فعالش هستید و همیشه دارید در شکلای اون راه های عملی اون برای ما صحبت میکنید، برقراری ارتباط با افراد دیگه هست و جذب اونا به حزب که باز تو در دل همون معرفی کانال جدید این کار صورت میگیره و حتما خود شما تو این کار تجربیات بسیار خوبی دارید. تبلیغ اهداف سیاست ها و برنامه های ما هست که خود کانال جدید بهترین ابزار هست برای این کار و همینطور سازماندهی جمع های آموزشی هستش، سازماندهی جمع‌آوری کمک مالی هستش، اینا شکل‌های مختلفی از کار است. از همه فعالیت ها گفتم، یک فعالیت مهم رو اینجا باید در آخر بگم، کانال جدید. کانال جدید جایی که میتونید نیرو جمع کنید، کانال جدید جایی میتونید فعالانه تو بحث ها و مباحث سیاسی دخالت کنید، کانال جدید جایی که میتونید ارتباط بگیرید و در واقع تو خونه شماست و یکی از کانال‌های بسیار، راه‌های بسیار مهم ارتباطگیری با این حزب است برای که دسترسی داره به بخش بسیاری از شما. آدرس مشخص از این کانال به دوستانتون معرفی کنید، بنویسید آدرسش رو توی اماکن عمومی و جاهای مختلف بگذارید و دعوت کنید دوستانتون رو برای دیدن این کانال و به این ترتیب اونا رو معتاد کنید به خود دوستانی که میگن ما معتاد کردیم به دوستانمون رو به دیدن کانال جدید و به این شکل با ابتکارات مختلف سعی کنید کانال جدید رو که صدای حزب کمونیست کارگر ایران بسیع هم ببرید در اون جامعه تو برنامه مستقیم تلویزیون فراموش نکنید، به ویژه تریبون آزادی هست برای شما. برنامه وقتش پایان گرفته، برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.